توی اون خونه نوزادی به دنیا اومده، همسایه این ور کوچه پارچه سیاه زده. یکی از داغ عزیزش مثل بارون میباره، یکی دستاشو توی دست شریکش میذاره. آره باز این در رو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. تو این که مسافر جاده یه روز کار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. بزا شادیات بمونه غم و از یادت ببر، آخه زندگی همینه قصه سنگ و سر. قصه گریه و خنده، قصه شادی و غم، قصه بالا پایین و قصه زیاد و کم. باز این در رو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. توی که مسافر جاده یه روز کار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. میدونی هرچی خدا بخواد همونه، هم سفر یا لبخند و عشق تو تو به سه ها ببر. سلام، حتما تعجب کردید. ما برای اینکه شما زیاد تعجب نکنید مجبوریم یک روز به عقب برگردیم. خیلی خب بچه ها، من باید برم. البته بهتره که به شب قبل از یه روز قبل برگردیم. اون شب نادر و زینال به کلکل افتاده بودن و برای اینکه روی هم رو کم کنن تا صبح بازی کردن و بازی کردن. در نتیجه روز بعد خواب‌آلود بودن. رفت دلم. حالا ما برگشتیم به روز قبل از بیرون افتادن این ستا، یعنی روز بعد از نخوابیدن زینال و نادر. بچه‌ها یه مراسم بسیار مهمی ما داریم امشبان. دیگه بیشتر از این سفارش بهتون نمی کنم. آبروی منو بالا غیرت، آبروی خودتون، آبروی باختر بالا غیرتن بخرید. چشم. مجلس بسیار مهمه. من برم به کارم برسم، وسطای برنامه برمیگردم. ببینم چه میکنی. چشم خان داداش، خیالتون راحت راحت باشه. خب. ما مثل شیر بالا سر برنامه شب وای میسیم. قربونه امید. خداداش. شما تا نادر سسوتو داری؟ چی؟ غم؟ نه بود نادر. من داداش خیالتون راحت راحت باشه، یه سرویس بدیم به مهمونای که وقتی دارن از اینجا میرن بیرون. ببینم چه کار میکنید، آبروی ما رو میخرید یا نه. مطمئن باشید با کارمون درست انجام میدیم. با افتخار مراسم امشب رو برگزار میکنیم. خان داداش نادر بلند شو بابا. نادر بابا نادری عجب. خب زینو جون زینو جون بابا الان وقت شام مهمونا اومدن، این وقت زینو جام نداریم. زینو جان بابا زینو با چی کار کنم؟ خواهی پیچی سرم شد وقت آبرومون رفت. خب با چی یه سرم نادر زینو بی بایی ببرد سرشون بابا میشکنه سرشون. خب زینو خب چی بود بهتر از زینو که آخه خرجا برداشتم شام مهمونا نشام بخواهی مگید بگید سلام خواهی ندارم حسن نباشی شام مهمونا شام نداره. فاکتور مچاله، این همه قبض سر رسیده چی بهش میگن صورت حساب که واسه من اومده؟ کی میخواد جوابگوی اینا باشه؟ کی میخواد حساب کنه اینا رو؟ چه ضرری به باغچه مینو زدید شما که امیدوارم این ضرر به خودتون بخوره که خورد. چرا به من میگه خان داداش؟ من که بی تقصیرم. حرف نباشه ساکت، که تو مقصرتر از همه اینا توی. من برای چی؟ ساکت حرف نباشه. اون چی که ازت میپرسن جواب بده. تو چرا اینا رو بیدارشون نکردی بنده خدا؟ من خدا ساکت گفتم حرف نباشه. چرا اینا رو بیدارشون کردی؟ حالا پولش به جهنم، آبروی 99 ساله منوچهر مینو
رفت به باد رفت باغچه از بین رفت خون داداش همه جوونن اشتباه کردن یه غلطی کردن شما به بزرگواری خودت ببخش حالا یک جوونی آبجی خانم نشونشون بدم که اون سرش ناپیدا همه تون اخراجی تک تک و به طور دست جمعی از این لحظه اخراج برید میگم ببخشید خانم داداش اگه اجازه بدید ما یه چند ثانیه شور کنیم آره. چی؟ چند ثانیه خیلی خوب از این لحظه بعد 15 ثانیه برو برو ببینم چه میکنی دنگ تمامه تمامه دنگ دنگ و دنگ خانده داشت ببخشید خانده داشت تک تک ما اعتراض داریم نسبت به این تصمیمی که شما گرفتید کاملا پس آمادگی یک گفتمان همچین آبدار رو داریم. خانم شور دیگه تام. وقتتون تمومه. جمعش کنید. خانم دست به دامن. شما اخراجی دیگه نمیخوام ببینمتون. برید بیرون. در واقع ما تازه به اول داستان امشب رسیدیم. تقصیر شما دوتا است دیگه. دقیق تقصیر این آقاست. به من چه رفتی داره؟ خودتون گند کاری کردی. شما دوتا گرفتی خوابیدین. همش تقصیر توئه. به من چه؟ میگه به من چه؟ کی رفت اینطوری راپورت داد؟ من که آیا داد بود؟ من بابا. سلام علیکم. چه خبرتون آخه به جون هم دیگه افتادی؟ همین که خانداداش از اینجا اخراجتون کرده بستتون نیست میخواد این پس گردناتون هم بگیره این سه تا بچه گربه از اینجا بندازتون میرو ها؟ آبجی مستانه خب تقصیر این دوتا سیه حالا تقصیر هر کی که هست شما باید اینجوری به جون هم دیگه بیافتی این کاری یکی شده و درستش کردی که سر صدا را میندازم چه جوری درستش بکنیم خانم بچه مگه نهید خانداداش چه جوری حرف زد اصلا نمیخواد ریخت ماها رو ببینه دیگه خب شماها باید یه تلاشی بکنین یه کاری بکنین نگه اینجوری به سر کله هم دیگه بیافتین خانم بچه بعد کاری که شده بعد حلش کرد بعد درستش کرد آخه ما چی کار بکنیم کاری از دست چی کار بکنیم ببینین خانداداش خون جلوی چشاشو گرفته میفهمین یعنی چی من حالا میخوام حالا وساطتتون رو بکنم بلکه حل بشه صحبت کنیم ولی به یه شرطی شما هم باید قول بدین که بریم باهاش صحبت بکنین بلکه حالا خواهش بکنین تمنا بکنین التماس بکنین بلکه حالا قبول بکنه و ببخشتتون اینجوریه حتما نه این راه و رسم میشه نه اینکه به سر کله هم دیگه بیافتیم خوابم میومده گرفتم خوابیدم همون کار خلاف کردم دوستی کردم از دیوار مردم بالا رفتم خب نمیخوام اصخایی بکنم خب زینال تو نیست بچه گربه بعد از خونه بیافتی بیرون اصلا خندداش کی هست که من برنزش عذرخواهی بکنم عددیه اصلا زینه خواهش بفرمایید اصلا خواهش کیلو چنده خواهش که میریستی به در یخچال بزنی من وساطت تو میکنم من... که سریعتر استفاده کنم آماجی مگه من میذارم آره عمرم به خواهش نمی کنم خواهش خواهش بکنم خندداش خندداش من نوکر خندداش ببخش خندداش خیلی چاکر خانده داشت استفاده نکردید یه بار دیگه جوونیم جاهلیم بکشید خودتون هم بلم کنی میخوای دری کجا از دست شما جوجه ها درم حالا که اینطور شد نگاهتون هم نگاه مگه مریضی بیشه یه فرصت دیگه ممکنه بهتون بدم اونم چون که التماس میکنید به شرط ها و شروط ها به چه شرطی؟ به شرط این که از این منبعد مثل بچه آدم بابا این گداخونه داره به بدبختی میفته بله با جدیت، با کار، با کوشش، با همیت، با همکاری و همدلی اینجا رو با تمام وجود صد برابر گذشته کار کنید گداخونه رو بیاریمش بالا نجاتش بدیم از این حالت که داره این شرطشه میتونید
وایسید. نه بفرمایید. اخراج. کار بیکار. چش خانم. میتونید؟ بله. قول مردونه؟ بله خانم. اونم به خاطر اینکه التماس میکنید ها. مشغول شید بینم. و آنها شروع کردند با جدیت تمام به کار کردند و در این میان نادر از همه جدی‌تر بود. چه آدم قدرشناسی هست؟ من نوکرتم دیگه. ببخشید شما داری به گردن ما حق پدری داری خانده داشت. این همه زحمت شما رو با لباس نمیشه جبران کرد. این پولا رو باید پس انداز کنی واسه آیندت. حروم حرج نکن پولا. من نوکرم. من میخواستم چه کار. من عاشق این رنگم. من کوچیکتم خانده. فقط خانده داشت من خیلی ناراحتم. از چی؟ از اینکه خانده داشت این کسایی که دور و بر شما قدر شما رو نمیدونن. آخ گفتی. و دارن از شما سوء استفاده میکنن. آه. و شما خبر نداری. خبر نداری خانده داشت. این دل من خونه. کی یکی نمیاد به من بگه اینا کیه؟ کیه اینا خیلی؟ ببین خانده داشت. من دوست دارم. من میخوام این باغچه مینو هم لحاظ مالی و هم لحاظ کیفیت مالی بالا بره. کیفیت کاری و مالی. ولی با این سوء استفاده ها نمیشه خانده داشت. نمیشه. داریم روز به روز پس میریم. بس بگو سوء استفاده چی دور من؟ استفاده داره برای شما. چی هستن اینا؟ تو بیا به من بگو. خانده داشت اگر شما این تلفن اینجا میذاری رو میز، شیش خط تلفن رو میذاری پخش میکنی تو این باغچه و صفراشو نیبندی، من که نباید بیام سوء استفاده کنم. تا چش شما رو دور میبینم، تا میبینم شما رفتی بری بیرون، من نیام اینجا سه ساعت رو تلفن بشینم با خارج حرف بزنم. آفرین. این درسته؟ نه کجاش دو. آره دور. نه کجاش دور. ولی کسانی دور و بر شما هستن و این کارو دارن انجام میدن. و تو میشناسی؟ و من میشناسم. ولی من نمیخوای بگی. خانده داشت آخه زشته. میگم منوچهر مینو داره به دستور میده. میگم بگو کیه. خانده داشت میگن اومده چغلی کرده. نگو نمیخوام بگی. نه خانده داشت میگم. میگم نمیخوام بگی. خانده آخه به خانده داشت من این زینو رو دوستش دارم. چی؟ زینو رو دوستش دارم. چجوری بگم؟ هر هفته دو بار میگه اینجا سه ساعت با خارج حرف میزنه. چجوری بگم اینا؟ و نادر سرسختانه نگفت که سوء استفاده از تلفن کار کی بوده، چون زینالو خیلی دوست داشت. البته جدیت در کار بیشتر از هر چیز برای نادر مهم بود. دارم بهت میگم چند بار زنگ زدی با تلفن به خارج از کشور؟ چه کار کردم؟ چند بار زنگ زدی؟ هیچ. من اگه بخوام رفقام بخوام زنگ بزنم نامه میفرستم. مطمئنی؟ بله. مطمئن؟ بله. بگو جون داداش. جون داداش. تلفن نزدم. تلفن نزدم. به هیچ کسی خارج از کشور. به هیچ کسی خارج از کشور تلفن نزدم. خب مخ اگه روشن بشه بندازم زیر مشت و لگد له و لبردت بکنم. اون وقت جواب خواهی داد. اگه روشن بشه با من که تو زدی چیکار میکنی اون وقت؟ ماه گذشته 4 بار زنگ زدم هر دفعه 20 دقیقه. این ماه 2 بار زنگ زدم هر دفعه نیم ساعت. ماه گذشتهشم یادم نیست. ای آدمه باری به هر جهت. من فکر میکردم تو همدلی، تو قصه منو میخوری. من ما توی از یه آخر نمیخوریم تو این توبره. کار کاری یکی از این دوتاست. فقط اونا میدونستن. ای بی همیت. برای کدومش فرق نمیکنه. بعد حالی جفتشون رو جای بگیر. یزی دهنی میشون میزنم. نفهمیدم کجا خورده. فهمیدی چی بهت گفتم؟ یا حواست جای دیگه است؟ چی داری غرغر میکنی با خودت؟ کنیزی کفگیر خورده. چشم. از حقوق تا اون قرون آخرش کم خواهد شد. باشه از حقوقم کم کنید. حقوق چه قابل داره؟ کم کنید. اصلا شما بیاد بزنید بیخ گوش من؟ هم بیاد بزنید بیخ گوش من اصلا. بنده خدا زدن زیری گوش تو آیا واسه من پول میشه؟ این قبضه رو کی میخواد بره بده؟ اومدیم و ما زدیم زیر گوش تو. خانده داشت پول میشه واسه من؟ بر بیایید بزنید بیخ گوش هم. من شما رو با این حال عصبی نبینم. خانده داشت من نمیخوام شما رو اینجوری ببینم. من وقتی شما رو عصبی میبینم اعصابم داغون میشه. خانده داشت من که میدونم شما بیخ گوش من نمیزنید. ولی من دست نرد نکن خانده داشت. برای خانده داشت اعتفاد داشته باشید. اینی که من خدمتتون عرض میکنم
قبض تلفن که قابل حله، از حقوق من کمش میکنید. ولی اینجا ماجراهای میگذره خانداداش، تو همین باغچه که اون جیگر منو کباب میکنه خانداداش، داغون شده. چه ماجراهایی؟ چیه اونا؟ خانداداش اصرار نکن، یعنی من از گفتنش هم حالم بد میشه خانداداش. میگم حرف بزن. خانداداش نمیتونم، حرفش هم نمیتونم بزن. یه دونه گفتمان دیگه میذارم زیر گوشتان، حرف بزن تا اون روم بالا نیومده. بگو خانداداش، شمایی که خودتون رو وقف ماها کردید، شمایی که همه زندگیتون رو به پای ما ریختید، شمایی که جوونیتون رو پای ما گذاشتید، چجوری ما باید دلمون بیاد در بیاییم جلو شما بگیم؟ جلوتون که جرأت نمیکنیم بگیم، در میان پشت سرتون میگن بیمن فتا. خانداداش سه ما به سمان دوشم نمیگیره، حمام نمیره، جوراباشم آویزون میکنه بالا سردر، گندش های باخشه رو میگیره، راه برا خانداداش با هر وعد غذا سکلونیم سیر میخوره، ها میکنه تو صورت بچه ها. خانداداش نمیدونم از زیر کار در رو تر و دو در بازتر از خود خانداداش خودشه. این آخه حرف پشت سر شما میذارم، من نمیدونم خانداداش کی گفته این حرفا رو. خانداداش به من بگو کی فقط این حرفا رو زده که تو داری؟ خانداداش من آدم فروش نیستم، عمرن به رفیقام خیانت نمیکنم، من نادر و امیدو بهشون نمیتونم خیانت کنم. خانداداش من اینو به شما گفته باشم. نادر امید. و به این ترتیب زینال وفاداری خود را نسبت به امید و نادر حفظ کرد. دستا رو سر، دستاتون رو سرتون. خانداداش من که کاری نکردم. حرف نباشه، من بی تقصیرم. میشمرم، یک، دو، سه. یک، دو، سه. مرسی، بگو مرسی. مرسی. خیلی خوب. کی رفته گفته که من شبی 3 کیلو تروپسیا میخورم؟ من نگفتم. من سه ماه به سه ماه هموم نمیرم. من نگفتم. پاهام بوی کدو تنبل میده جورابم. من نگفتم. کی از زیر کار در روه؟ کی آب زیر کاس؟ کی باری به هر جهته؟ من. بلند شو بینم، یه دور دیگه داری. تا صبح باید برید، برو کلاغ بینم. دست رو سر، دست رو سر، برو تا همونجا بینم. یالا 1 2 3 مرسی. جون بکن. برپا برپا، بس دیگه، بلند شو سر پا بینم. بتکن خودتو. خیلی خوب گوش بده به من. با شمارش 1 من مثل جنگی میدوید میرید تو آشپزخونه، دستتونو میزنید به دیوار، شامتونو میخورید، برمیگردید میاد همینجا بغل دیوار وا میسید، یه لنگ پا تا صبح. اینجوری خانم پای راست ببخشید، ما تنبیه شدیم دیگه. حتی برای اجازه، حرف نباشه، حتی برای خستگی در کردنم حق ندارید پاتونو عوض بکنید، یعنی یه لنگ پا تا صبح. از دور نگاهتون میکنم، از جاتون تکون بخورید، دوباره فردا شب همین کار تکرار میکنم. خانه از بستستو پستستو همین که گفتم ته دستا بالا. خب بریم شام بخوریم. نه خیلی اول ببینم تمرین کنید اول رو پای راست. نمیتونم روی پا بایستم. روی پا بایست دستا بالا. تا صبح اینطوری با میسیم. تا صبح؟ 1 به طرف آش پس خونه. 2 3 تو نامردی نگاش کن. نامرد شما دو تایید که میرید من به خانداداش لو میدید تلفن خارج از کشور داره و نمیدونم فلان. من نبودم. منم نبودم. حقتون و جفتتون حقتون. کی رفته گفته که من گفتم که خانداداش دهنش بوی سیر میده؟ تو نگفتی؟ نه خیر. پس نادر گفته. منم نگفتم. این گفته به من چه ربطی داره؟ میدونی اصلا چیه؟ من چه میدونم که منو لو داده؟ در این مواقع میگن از قدیم گفتن خوب بده با یه چوب میزنه. آها آقا جون، اصلا ما رفتیم گفتیم تو رفیقی، تو چرا میونی ما رو خراب میکنی؟ من میرم شما رو خراب میکنم چون حقتونه. باز میگه حقتونه. میدونی چرا حقتونه؟ به خاطر اینکه من دارم وظیفه‌مو انجام میدم، مگه قرار نشد ما با جدیت کار بکنیم؟ این با جدیت کار کردنه. بله. آها پس با جدیت منم اگه رفتم تو رو لو دادم وظیفه‌مو انجام دادم. تو غلط میکنی این کارو. ببین نگاه کن، همه اینا تقصیر اینه، همه این مصیبت زیر سر اینه که اون شب گفت بیا بریم فوتبال لسی بازی کنیم. اون شب تقصیر تو بود؟ نه خیر، اون شب دیگه تقصیر تو بود دیگه. ها نمی نه خیر، خودت به کلکل افتادی. اصلا میدونی چیه؟ میدونی چیه؟ آقا جون اگه پا رو دم به من نذارید من مگسی نمیشم، پاچم نمیگیرم، کار به کارتون دارم. دروغ داری میگی؟ چه دروغی دارم بگم؟ مردونه؟ مردونه. بزن قدش.
چیه میاد؟ من میترسم. ببین خانداداش فقط به خاطر نینی ماجرا رو گفت که ما بترسیم، وگرنه اون که دیگه تا خوابش انقدر سنگینه بیدار نمیشه بیاد ما رو چک کنه ببینه اینطوری وایسادی میانه. خب ترسیدم دیگه، اون میخواست ما بترسیم، من الان ترسیدم نمیام آقا جون. نمیدم داد نزن. اصلا یه کاری میکنیم. من میگم که بیا بریم بخوابیم. خب ساعت کوک میکنیم، صبح که قبل از اینکه خانداداش بیدار شه ما بیدار میشیم میام اینجا اینطوری وای میسیم. نمیخوام آقا جون. نمیفهمی من چی میگم؟ نه نمیفهمی آقا جون، من میترسم. خانداداش یه موقع دیدی شب دستشویش گرفت اومد بره دستشویی، میاد اینجا یه نگاه میکنم اینه ما نیستیم، وقت پوست کلمون کنده. آقا داده آقا اون نمیاد، اون با من، تو بیا بریم. نمیام آقا جون. نمیام. خودت برو. نه باشه من رفتم، تو دیوانه اینقدر اینجا بمون تا صبح. من دیوانم، شما برین راه خودتون رو برین. بفرمایید. باشه بفرمایید. صبح که خانداداش اومد اینجا دید که جناب علی تو رخت خواب خوابید، بنده اینجا اینجوری وایسادم، وقت میخرم هوا به خوبی خوب وایسادیم دیگه. حالا امی خوبی؟ سلام. کلک تو هم رفتی خبر زدی یا؟ رفتی؟ بله اون کنبا با عذیت نکن. جون ناده نرفتم بخوابم. از دیشب تا لهم جوی لنگ پا بایستدم اینجا. تو از دیشب تا لهم نرفتی بخوابی؟ ای هنوز پای رو که عوض زدی؟ نه بابا همون پای راست بالاست. مگه من نگفتم خاندادش بیدار نمیشه برو بگی راحت بخواب؟ چیکار کنم؟ ترسیدم میگه ناده. چی ترسیدم؟ حالا بدی الان فشارم افتاده. الهی بمیرم. خب الان یه خود استراحت کن، پاتو بذار زمین. بی درزه برا خواهی نداشت. نه بابا خواب صده خور و پافش داره تو خونه میاد. بگی بخواب. من شاست نیم بابا، همچی که از دیشب دلو وایستاده همچی که الان بخوابم خانداداش پیداش میشه. نه پیداش نمیشه. بیا بیا امید، بیا اینجا یه خود استراحت کن، خانداداش اومد من صداد میکنم. کجا؟ بیا 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 برو این رو رو این درخت جای خوبیه. بیا امید جونم. میدونی چرا؟ چون این پایینش بی خانداداش هم بیاد این پایین رو میبینه. خب کجا برم؟ حضرت دیوانه. بیا برو این رو. خانداداش من نمیبینه. نه نه نمیبینه. خانداداش این پایین ها رو میبینه، بالای درخت که دیگه. آها آها باری کلا. ببین خانداداش اومد منو بیدار کنی. باش باشه باش. راحتی تو؟ آره؟ چی؟ راحتی؟ نیفتی اومی؟ اومی؟ نادر جان الهی بگردم. نادر جان سلام خانداداش. صبح بخیر نادر جان. صبح بخیر. تو هنوز یه لنگ پا وایستادی با این هیکله؟ بله خانداداش. قربونت برم. چاکرتی. این این مثل که تنبیه دیشب واسش کافی نبوده که گرفته به این راحتی خوابیده. شما دیشب به در سالان نرسید این بالا داشت خوروپوف میکرد، اینقدر بغل گوش من خوروپوف کرد شخصه من فهمم عوض نشدم. بگردم بذار تو با این هیکل سنگینت لابد الان فشار دار. بذار با این پا تو شما به من گفتی میگم بذار زمین نمیذارم. میگم بذار زمین پا تو راحت باش. زمین نمیذارم. بیدارش کن اینو. نه بیدارش کن. من با کسی که رو حرف شما حرف شما رو رد کنه عمرن حرف نمیزنم. قربونت پسر بیدار شو. با تو هم امید. ای بابا این مثل که مرده صد ساله. امید خانداداش چه راحت هم خوابیده این بالا. خیلی اصلا داشت خواب میدید. این ترس گرد که شب رفته این بالا خوابیده. بله به دلیل بهش بگو اینه بیدار که شد. نه من باش حرف نمیزنم. با تو دستوره به دلیل تمرد بله و اجرا نکردن دستور تنبیه دیشب رفته خوابیده. باید یه تنبیه دیگه هم براش ببرم و اون اینه که تمام شیشه های اتاقای باغ رو باید عین آینه تمیز کنه. یه تنبیه دیگه هم باشه. خیلی انصافه. تو هم یادت باشه یه جایزه درسته حسابی پیش من ده. من کوچی که بیدارش کن. من خانداداش من پامو زمین بذارم. میگم راحت باش تو کنم بذارم. تو که اجرا کردی. شکره. علی خیلی نامردی ها. نادر. به خودم دارم میگن دیگه. من فیکسش کنید لطفاً.
نادر خودش هم اعتراف کرد که واقعا این نامردیه. اینی که شما حرف منو میزنی نامردیه. نباشه با شما حرف منو نزن. من خودم دارم میگم نامردیه. گیر داده به ما. جدیت باید داشته باشی تو کارت. باید یه کاری بکنی وجدان کاریت بیدار بشی. من دیگه چی کار بکنم؟ من که دارم با تمام جدیت همه کارامو انجام میدم. این جدیت تو نشون میدی. خب چی کار کنم؟ چه نمیفهمی؟ بابا جون برو ببین خانداداش از چی خوشش میاد، از چه کارهایی خوشش میاد، هم کارا رو انجام بده. فهمیدی؟ فکر کنم. من فکر نمیکنم. چرا فکر کنم فهمیدم؟ نه بابا جون نفهمیدی. تابلوی از قیافت داری داد میزن. چیه؟ سلام خانداداش. چیه؟ سلام خانداداش. مگه نمیدونه دارم کار میکنم؟ ببخشید. شیشه رو تمیز کردی همه؟ بله خانداداش. برق میزنه این آینه کف دست؟ بله خانداداش. باز میگه آره بله بله بله. باز دید میکنم ها. چشم خانداداش. برو به کاره. خانداداش مژدگانی بدیم به من. یادم دون نیشکاتو. هنوز کار انجام نشده اومدی مژدگانی و مشتلق بخوای؟ وظیفت انجام دادی مژدگانی خبری نیست برو بینم. نه خانداداش گفتم برو به کارت مژد وظیفت انجام میزنم اتا. خانداداش یادتونه خودتون همیشه میگفتین که دوست دارین دوستای قدیمیتون رو یه خبری چیزی پیدا کنین؟ آره ها. خب یکشون پیدا شده خانداداش، نامه داده براتون. بفرمایید. خدا غنا سن نامه داده. بابا بیکاره نامه داده. خانداداش دوست قدیمی. 10 سال نامه است که شما. دوست مال دوران مدرسه‌تون نامه براتون فرستاده خانداداش. بله. خوش هستین خانداداش. بله بده ببینم نامه. بفرمایید. بده من نامه رو. بده من. آهای دست دست. خب میگم نامه. نامه دست. معلومه که خوشحال میشه. خوشحال شدی؟ نه معلومه. این که بنده خدا نشانی فرستنده نداره که. مهم نیست خانداداش، مهم رفاقته دیگه. چی؟ مسعود میلادی نو؟ بله. مسعود میلادی نو؟ بله. رفیقتون خانداداش شده فکر کنی یادتون میاد، مال خیلی قدیمه. من 10 سال نداشتم. این که تو این اسم بر من اصلا آشنایی نیستی، همچین اسمی من نمیشناسم. خانداداش فکر کنی یادتون میاد از دوست قدیمی؟ چیز نداره، مهر پستم نداره که. مهم نیست خانداداش. بله اینا آدرس نشانی گیرندش درسته. بله همینجاست. چی؟ این دستگاه بر من آشناست، خیلی هم آشنا. بعد دوباره دامشان مچاله یه برید تشت چیلنگ دمپایی آفتابه. برو گفشو منو میذاری سر کار. حالا دیگه میخوام خوشحالتون کنم، میخوام 100 سال خوشحالم نکنی. خانداداش گفتم یه شوخی. این دستخط دستخط تو مگه نیست؟ این چرا خانداداش، خودم نوشتم دیگه، خودم دیدی. کار خودم هست. دیدی مشتو گرفتم؟ دستخط دستخط جناب عالیه. برو بیرون. خانداداش میخواستم شوخی کنیم بخندیم. میخوام 100 سال شوخی نکنی. برو بیرون تا بیرونت ننداختم. ببین منو 100 سال دیگه هم همینقدر تو میمونی بزرگ نخواهی. میخوام برای فیلم تعریف کنم. مثل اینکه جدی کار کردن به قیافه امید نمیاد. زینی تویی؟ باز دوباره تو دچار انسداد روحی روانی و عضلانی و نمیدونم امعا و احشایی شدی؟ این چجور نشستنیه مثل این آدم های انسدادی؟ گریه میکنه؟ گریه واسه چی میکنی؟ غم دارم خانداداش. غم چی آخه داری؟ اینقدر غم شما رو خانداداش. چی غم منو؟ آخه چه رنگ شما باید تنها باشید خانداداش؟ من تو رو دارم، غم تنهایی چی داشته باشم؟ اگه شما تنها نبودید که یه شب به این مهمی تو زندگی شما هیچ وقت فراموش نمیشد خانداداش. اوه چه شب مهمی؟ مگه امشب چه شبیه؟ چی جشن تولدمه نکنه؟ نمیگی بچه‌ تولدتون امشب 40مین سالگرد گرفتن گواهینامه‌تون خانداداش. من میگم پس بگو بابا تو دیگه کی هستی؟ زینیال عزیزم، پسر گلم. قربونت برم. این چیزی که تو فهمیدی هیچ کدوم اینا نفهمیدن. باریکم ببینم تو از کجا فهمیدی امشب تولد چیه منه؟
امشب سالگرد گرفتن تصمیم میتکونی؟ تکوندی؟ بله. خب از کجا فهمیدی تو؟ خانداش صبح رفتم اینا غلا رفتم سراغ رخچرکاتون، رخچرکاتون رو برداشتم ببرم بشورم تو جیب پیرن سفیدتون پیدا کردم خانداش. بابا تو دیگه کی هست؟ تاریخ از رو اون دیدم. از رو اون دیدی؟ فهمیدی که سالگرده؟ اگر بدونی سر گرفتن این گواهی نامه من چه بدبختی کشیدم، 800 بار فقط تو پارکش رد شدم، هنچین که گواهی نامه رو گرفتم 50 دور دور اون میدونگاهی دویدم از خوشحالی، از سرافرازی. شب مهم نفسی میکنید مال من خانداش؟ یعنی چی؟ دست فرمون شما شهره آفاق پدر من. راننده های فرمول یک باید برن جلو بوق بزنن پیش دست فرمون شما. یه منو چهر مینو و یه دنیا با یه دنیا عوضش نمی کنم. با شعور، با مرام، خوشتیب، با استعداد، خوشتراش. دمت گرم. بدم دون توزه درست بده سر بندراست جمعش کن هم ب... کشتی منو با اون خوشم اومد چه کیفی کردم چقدر از ما تعریف میکنی آدم خوشش میاد من نوکرشم حد کردم گل از گلم شد گل یه مسئله رو من خاطر نشان بشم خدمت بگو بیست مسئله کوچیکشم میدونی دوست دارم زیر قربون شما بشم خواهد فقط من میخوام این مسئله رو خدمتتون عرض کنم مبادا 1% احتمال بدی که این قضایایی که من گفتم بابت چاپلوسیه فقط یادآوری چی داری به من میگی تو بنده خدا نوکرشم تو داری به من میگی چاپلوسی من اگه اونجوری بود که زیر مشت و لگد له و لبردت کرده آب لمبوت میکردم من چاپلوس از هزار متری تشخیص میدم چقدر هم عقیده ایم خانداداش این همین من از چاپلوس و چاپلوس شونده بیزارم سلام علیکم سلام خانداداش این اتاق افتاد مختصم کارت تبریک برای شماست من آوردم به شما بدم جمعش کن بابا کارت دعوت خودم جد دعوت کنندم بلنشم برم جای دیگه باغچه مینو دعوت کننده است ولی خانده خودم عبروت میخواد جمع کنم خانده داشت این کارت تبریک مال شخص شماست و مراسم صاحب مراسم خود شما این خانده داشت من با اجازه خانده داشت من با اجازتون به مناسبت سالگرد گرفتن گواهی نامه یک مراسم شام در یکی از بهترین رستوران‌های تهران گرفتم و کارت دعوت طراحی کردم و واسه تمام دوستان قدیمی تو فرستادم الان همه تو اون رستوران منتظر شما یه ماشین آخرین سیستم هم با راننده جلوی در منتظر شماست که شما رو ببره تو این رستوران شما از کجا میفهمید خانده داشت من موقعی که داشتم رختاتون رو از روی بند جمع میکردم که ببرم بند؟ اون بندی که اونجاست خب جمع کردم که ببرم اوتو کنم این گواهینامتون توی یکی از جیب پیراهنتون بود بفرمایید من نکردم خانده داشت ناظر سستوت دارم دیگه تنهایی معنا نداره فقط خانده داشت دوست دارم یه وقت سوء تفاهم نشه که مثل بقیه کسایی که دور و برتون هستن من میخوام سوء استفاده کنم من خودت هم میدونی از چاپلوسی بیزارم من کوچیکم حالم به هم من نوکرتم خانده حالم چاپلوسی تو مرام من یه این خودت بله من نوکرتم خب که هست این همین الان ماشین جلوی دره منتظر کنم بزن بری نوکرتم قربون نادرسته خانده داشت فهم آقا خدافز خدافز سر بلای شما میشی قربونه گویا جدیت نادر در انجام کارها بیشتر یکی بیاد من با جارو خاک انداز جمع کنه من له شدم مردشو دیگه بسه برن ناده بزن این بازی در بود درست خودتا چکه رسیم دیگه داشت ما اینیم بچه ها من که دیگه واقعا خسته شدم هر کاری میکنم باز این خانداداش ناراضی و شاکیه بابا جون امید جان تو ناراحت نباش خانداداش کارمندای بهتر از ما پیدا نمیکنه من دارم بهتون میگم نادر سسود معلومه دیگه کی میاد اینجا کار بکنه با این اخلاق گند خانداداش بله تازه خداش هم باشه ما اینجا داریم واسش کار میکنیم تازه ما خیلی هم جدی هستیم تو کارمون من که دیگه نمیدونم واقعا نمیدونم باید سنگامو با خانداداش وا بکنم یعنی که چی این همه من جدی هم آخه باید ضربه یه آخر بزنم یه کاری کنم که حسابی تو دل خانداداش جا بگیرم ولی ممکن دوباره یه طوری بشه اخراجم کنه باید یه فیلم حسابی بازی کنم باید محبوب‌تر از بقیه بشه و حالا توی مسئله پیش بیاد اولین نفر منم که اخراج میشه نه خانداداش ما آخه چطوری باشیم؟ من خودم فکر میکنم ما سه نفر کارمندای خیلی خوبی هستیم برای شما چی؟
کارمنده خیلی خوب؟ بله. مثل که عوض گفتمان به کلت زده ها؟ میخوای گفتمان کنی؟ حیف که داداش کوچولو هم هستی، وگرنه همون روز اول باید با یه تیپا از این باغچه پرتت میکردم بیرون. بری گمشی. آخه چرا خان داداش؟ معذرا، باز مچاله یه بری. هزار دفعه اینو بهش گفتم، از اون دوتا یاد بگیر، ببین چه میکنن. خان داداش من خودم به شخصه خودمو همیشه کارامو جدی انجام میدم. چی؟ جدی؟ بنده میشی تو جدی؟ تو اصلا میدونی بنده خدا جدی رو با چه جایی مینویسن؟ میشناسی اصلا دیدی جدیتو؟ که از اون نادر و زینال ببین، از اونا یاد بگیر. نگاه بله نگاه کن یاد بگیر ببین چی کار میکنی. کمود از تاق افتاد یکی دیگه. من بدبخت، من بیچاره. کیه؟ چه مرگته با تمام غم و غصه دنیا اومدی تو اتاق من؟ یه زیر شلواری رو آرام واسط گرفتم، چرا اونو نمیپوشی؟ همش این پاته؟ بمال بینیم چیه؟ انسداد روحی گرفتی؟ نه خیر خان داداش، من یه مسئله رو از همان عنفوان کودکی میخواستم خدمت شما عرض کنم که این باعث شده قنبات بگیره بیخینگی خیرتن و گلوی من. حالم بد خان داداش. چیه حرف بزن؟ خب میگفتی زودتر میبردیم دکتر. گفتنی خان داداش، دکتری نیست. خان داداش من از روز اول میخواستم بگم ای موی کمند، چشم دریایی زیبا، دماغت چون خیاری قلمی، لب قنچوک، هیکل میزون، دمت گرم. بابا خیلی کار درسته. ببندون میشه تو. چهار کلمه حرف حسابی هم که داره میزنه جدی نمیگیری مسائلو. بذار حرفشو بزنه. خانی موی شما کمنده؟ بله. اندام تو قشنگه؟ از نخه دو کلمه حرف حساب داره میزنه. خب ببینم اینا که توضیح واضحات داری راجع به خان داداش میدی. ببند ببینی که تو هم میگم ببند دمش کن. هم که بالا بده بالا یه طرفو بده اون طرف ببندش دیگه خفم کردی. توضیح واضحات بر من نمیخواد بدی، حرفتو بزن. حرف مهمی داری بگو. مجیز داری میگی؟ مجیز ما رو میگی؟ نه خان داداش. داری مجیز میگی دیگه؟ نه خان داداش، کجا واقعیت رو گفتم. خان داداش من میخواستم به شما بگم من لیاقت این باغچه رو ندارم، من لیاقت این مؤسسه رو ندارم، من لیاقت شما رو ندارم. خان داداش من چند وقته هرچی تلاش کردم، هرچی زور زدم، هرچی سعی کردم که بتونم نظر شما رو به خودم جلب بکنم، نتونستم. خان داداش، خان داداش منو تنبیه کنید، خان داداش منو ببندید به درخت، منو تیکه تیکه کنید، مورچه‌بان بریزن منو بخورن. خان داداش من بکشید تنبیهم کنید راحت شم از این دست. خیلی هم که کار جدی بودی، یعنی چه گریه نکن. حالا هرچی من از تو دیدم تو این چند روزه جدیت بوده اتفاقا، یعنی چه گریه میکنی؟ گریه نکن، کار درست. بله این دوتا کم بودن، یکی دیگه من اتاق افتاد. سلام خان داداش. سلام علیکم خان داداش. ما دیگه آخرین بار اتاق میفتیم چون اومدیم. خداحافظی خان داداش. به سلامتی. کجا؟ من دیگه نمیتونم اینجا بمونم، من لیاقت همکاری با شما رو ندارم. چی؟ خان داداش من لیاقت ندارم بگم پیش منوچهر مینو کار میکنه. یعنی چی؟ من نتونستم اینجا رضایت شما رو جلب کنم. خان داداش این تبلیغاتی که شما در حق من کردین کمه. اینقدر شما انسان بزرگوار، شریف، صادق، اینقدر آدم خوب، خوشتیب، خوشیکلی هستین که من اصلا نمیتونم دیگه اینجا پیش شما بمونم خان داداش. من دیگه یه سوتم نیستم خان داداش، چه برسه به نادر سوت. خیلی خوب، ببین لااقل کندش از شماها پنج پله بالاتره. خان داداش منو بکشید، منو تیکه تیکه کنید، من دیگه نمیتونم. خان داداش منو اخراج کن. خان داداش اینا دیوونه شدن، این دوتا تابلو خان داداش. نه خیر دیوونه نشدن، جدی هم تو کارشون. روه خان داداش. میگه روه، من میفهمم اینا جدی هم. بیاید عزیزان من، بیاید تو بغل من. خان داداش خیلی نوکه. نه تنها شما ها نمیدید
از اینجا تکون نمیخورید، اون منم که باید برم. نه اینجا میمونید، لیاقتتون اینه که با من همکاری کنید. اگر که لیاقتی باشه از جانب منه، شما لیاقت اینجا بودن همکاری با منه. نه نمیخواد ماست و اون کسی که باید تنبیه بشه و بفهمه و آدم بشه چیه؟ ایشونه. بابا باز من خواهد نه من اون کسی که باید آدم بشه اینه. برای چی خواهد؟ داداش من آدمم. برای اینکه جدی بودم شو نشون بشه اینه؟ من نوکرتم. شما هستید این باید آدم بشه. نه خواهد آدم هم میشه آخرش. من رو تنبیه کنید. من بکشید. من بکشید. من بکشید. من بکش. من بکش. من تو کشتی. رفته. ولی پسر این به بعد دیگه نونمون تو روغه. به جان جفتم. یعنی از این به بعد اینجا بگیریم بخوریم. بخوابیم. خانداداش صداش در نمیاد. هیچ. دیوانه دیگه اگه از اولش با هم متحد میشدی زودتر به نتیجه میرسیدی. بنداز. من با تو متحد میشدم. نمیفهمی آقا بی خیال. بنداز بازی کن. آره نمیفهمی بنداز بازی کن. ولی عجب فیلمی هستی یا ناده. عجب فیلمی هستی یا. بازی چی؟ مرد حسابی اگه بیرونت کرده بود چی؟ عمرانات پوتاسیوم منگزیوم منو بیرون کنه واسه اگه تو رو تنبیه میکرد واسه چی میشد؟ واسه چی میشد؟ واسه چی میشد؟ مرد حسابی یه تنبیه بود، یه کتکی بود، چکی بود، چه میدونم نقدی تنبیه میکرد، میرفت به کارش. ولی تو اگه اخراج میکرد، رفته بودی که رفته بودی. داش زینو، بابا جون ما کارمونو بلدیم. ما کارمونو بلدیم چای کریم، بنده بازی کن. بنده. ولی از این به بعد عجب حالی ببریم ما. آره راستی زینو، دو تا بلیت سینما اکران خصوصی دارم واسه فردا. بیا بریم یه ببریم. فردا مراسم اینجا چجوری بریم سینما؟ مراسم چیه بابا جون؟ ویلکوم مراسم اون با من خانده داشتم که دیگه خودمونه. من دوازی کن خیلو من کارا رو راسترس میکنم، ولی یه اجازه رو که بعد از خانده داشت بگیریم. نمیخواد بابا جون، اگه بریم از خانده داشت اجازه بگیریم اصلا بهش بر میخوره، میگه چرا خودتون نرفتون باز خودتون زندگی کنین حال کنین. وقتی ما اینقدر با هم رفیقیم اجازه گرفتن چیه؟ ایش اومدید از من اجازه بگیرید؟ بندو بازی کن. چی هم بازی کن؟ آره بندو. اما نره من نمیدونستم. میام 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 زینو، زینو، نادر، خاک بسترم، شام عروسی سوخت، شام عروسی سوخت، هم باشه پس این دوتا گور به گور شده کجا؟ نمیدونم، نمیدونم بفرما، خانداداش اگه بفهمه بیچارمون میکنه. ببین تو اینجا رو یکم جفت و جور کن، من برم خانداداشو پیدا کنم، دست به سرش کنم، نه یا زینو خانداداش غلط کرد. اصلا نمیخوام میگم. نه نه خانداداش. خانداداش غلط کرد. خانداداش ببخشید. خانداداش ببخشید. ولم کن اینا. خانداداش ببخشید. غلط کردیم اشتباه کردیم. آره خانداداش من که بی تقصیرم، من اصلا کاری نکردم. امیدم عزیز کردم. خانداداش ببخشید. خانداداش. بچه کمک کنید. آش کشک خالته. خانداداش. بخوری پاته این دفعه رو تر خوش با هم بسوزه. خانداداش خانداداش همیشه من ترم اینا خوش کردم. اصلا نمیدونی چه کیفی داره اینجا. خانداداش من قول میدم از قبل کارم با جدیت تر انجام بدم. خیلی خوب دارم جون خانباجی. من قول میدم جدی جدی باشم تو کار. جون خانباجی زدم. حالا دفعه آخر خون باشه. حالا ببینیم چی میشه. تر خوش با خانداداش خانداداش مرد امید به خانداداش ببخشید. خوری که مردی؟ خانداداش ببخشید. و باز روز از نو، روزی از نو.